یکی از ترفندهای روانشناسی برای جلب اعتماد دیگران و تحت تاثیر قرار دادن اونها برملا کردن یکی از رازهاتون است اگر مراحلی که به شما میگم رو رعایت بکنید شک نداشته باشید که اعتماد مخاطب خودتون رو به دست میارید خب اول سعی کنید رازی رو انتخاب بکنید که جالب و قابل توجه باشه و حس کنجکاوی مخاطب شما رو بیدار بکنه مطمئن بشید که راز انتخابی به اندازه کافی به یاد موندنی باشه قبل از برملا کردن رازتون اطمینان پیدا کنید که فرد مقابل آمادگی برای شنیدن راز شما رو داشته باشه و در موقعیتی مطمئن و محیطی مناسب با فرد این راز رو در میون بگذارید این راز رو به شکلی جذاب و جالب برملا کنید ممکنه با یک توضیح خنددار یا یک داستان کوچیک همراهش کنید همینطور زبان بدن خودتون رو متناسب با موضوع صحبت تنظیم کنید این میتونه شامل اشاره کردن لبخند زدن یا حتی نشون دادن تعجب و شگفتی باشه حالا به واکنش مخاطبتون توجه کنید اگر اون به راز شما واکنش نشون داد به این معنی هست که ارتباط شما احتمالا میتونه تقویت بشه همینطور به نظرات و احساسات اون هم توجه داشته باشید حواستون باشه که رازی که فاش میکنید مرتبط با حریم شخصی اون فرد نباشه و همیشه احترام به حریم شخصی رو حفظ کنید. اگر از این تکنیک استفاده بکنید من به شما قول میدم که میتونید در یک زمان کوتاه اعتماد شخص مورد نظر خودتون رو به دست بیارید. دوستان فاش کردن یک راز میتونه به شما کمک کنه تا ارتباطات شده خودتون رو تقویت بکنید و و احساس اعتماد بیشتر بین خودتون و مخاطبتون به وجود بیارید